پادشاهی بود که 50 سال از عمرش می‌گذشت، اما اولادی نداشت. روزی پادشاه بر این غم اشک می‌ریخت که درویشی وارد شد و با پادشاه به صحبت نشست. وقتی دانست که پادشاه از غم بی‌فرزندی در رنج است، سیبی به او داد و گفت این سیب را نصف می‌کنی. یک نیم را خودت می‌خوری، نیم دیگر را به زنی می‌دهی که بیش از دیگر زنانت دوست می‌داری. او حامله می‌شود و میزاید، اما باید قول و نوشته بدهی. چنانچه فرزندت دختر شد، مال من. اگر پسر شد، پس از آنکه به سن 14 سالگی رسید، 1 سال در اختیار من باشد. به پادشاه برخورد، به وزرا و وکلا گفت آخر چطور میتوانم بچه‌ام را بسپارم دست یک درویش که برود گدایی. وزرا و وکلا گفتند فعلا شما رضایت بدهید، تا آن موقع هم یک فکری برای این درویش میکنید. پادشاه آنچه را درویش گفته بود نوشت و امضا کرد و داد به دست درویش. پس از 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه خبر آوردند برای پادشاه بیا که سوگلیت زایید، یک پسر کاکل زری. در این موقع درویش هم پیدایش شد. وقتی فهمید زن پادشاه پسر زاییده، به پادشاه گفت من می روم و 14 سال دیگر بر می گردم. عهدتان را فراموش نکنید. 14 سال گذشت و پسر در این مدت بر همه علوم استاد شد. روزی همه درباریان در حضور پادشاه جمع بودند که سر و کله درویش پیدا شد. پادشاه از دیدن درویش به یاد عهد و پیمان خود افتاد و بدنش شروع کرد به لرزیدن، طوری که همه به چشم می دیدن که چطور دندانهای پادشاه به هم می خورد. پسر که نامش ملک ابراهیم بود گفت پدر جان، چه شده که با دیدن این درویش چنین می لرزی؟ پادشاه حکایت عهد و پیمان را به پسرش گفت. ملک ابراهیم گفت ولی من تا نخواهم او نمی تواند مرا ببرد. درویش حرف او را تایید کرد و گفت من بدون رضایت تو حتی 2 قدم هم تو را با خودم همراه نمی کنم، اما من 3 شب اینجا می مانم. بعد از این مدت اگر آمدی می برمت، اگر نیامدی تنها می روم. شب اتاقی به درویش دادن تا استراحت کند. شاهزاده هم نزد او رو و از درویش خواست تا حکایتی برایش نقل کند. درویش هم شروع کرده از وجاهت و زیبایی دختر پادشاه چین سخن گفتن. گفت و حرف را با آنجا کشان که دختر مریض است و کسی غیر از من نمیتواند او را معالجه کند. پسر گفت عکسی هم از دختر دارید؟ درویش دست در جیبش کرد و عکسی بیرون آورد. تا چشم پسر به عکس افتاد، حس عجیبی به او دست داد. پسر گفت باید مرا به صاحب این عکس برسانی. پسر هم به دنبالش راه افتاد و هرچه پادشاه و اطرافیان تلاش کردند مانع او شوند نشد. درویش از جلو و پسر از پشت سر از قصر پادشاه بیرون رفتند. درویش 1 دست لباس درویشی به تن پسر کرد، کشکولی هم به دستش داد و 2 بیت شعر هم یادش داد و با هم رفتند. سر بازار درویش شروع کرد به خواندن، بعد نوبت پسر شد. وقتی پسر شروع کرد به خواندن، سکه بود که از دست رهگذران و بازاریان به کشکول پسر سرازیر شد. درویش به پسر گفت برویم ته بازار. رفتند و جماعتی هم که محو جمال بچه درویش شده بودند به دنبالشان راه افتادند. درویش و پسر پشت به شهر و رو به بیابان حرکت کردند. رفتند و رفتند تا به کشور چین رسیدند. دم دروازه شاهزاده و درویش با هم عهد کردند که هر آنچه در چین به دست می آورند با هم نصف کنند. وارد شهر شدند و مشغول کسب و کار خود. آوازه آنها در شهر پیچید و به گوش پادشاه چین رسید. پادشاه آنها را به قصر خود دعوت کرد. زنها و دختران درباری از پشت پرده وزرا و وکلای پادشاه در بارگاه نشستند و گوش سپردند به آواز درویش و بچه درویش. نگاه کردند. نگاه دختر پادشاه چین که به بچه درویش افتاد، قلبش گرفتار عشق او شد. پادشاه که از درویش و بچه درویش خوشش آمده بود، از آنها قول گرفت که هر روز به قصر او بیایند و این آمد و رفت باعث شد تا آتش عشق دختر بیشتر شود، تا جایی که مجبور شدند او را به قل و زنجیر ببندند. پادشاه حکیمان و طبیبان را به بالین دختر آوردند، اما دختر همچنان در بند جنون ماند و بهبود نیافت. تا اینکه درویش گفت اگر شاه اجازه بدهد من هم بیمار را ببینم. پادشاه اجازه داد. درویش به اتاق دختر رفت. دختر تا چشمش به درویش افتاد
جامعه او را گرفت که ای درویش، دستم به دامنت، درد من فراق شماست. درویش پیش پادشاه برگشت و گفت اگر پادشاه قول بدهند که دخترشان را به این بچه درویش بدهند، من دختر را معالجه می کنم. پادشاه گفت من از این پسر خوشم می آید، اما این ننگ را به کجا ببرم؟ که پادشاه دختر را به یک بچه درویش داد. پسر خودش را جلو انداخت و گفت من بچه درویش نیستم و خودم شاهزاده هستم. بعد برای اینکه حرفش را ثابت کند، نامه‌ای برای پدرش نوشت و در آن تقاضای 100 گرور سکه کرد. نامه را به دست قاصد دادند و همه منتظر بازگشت او شدند. قاصد نامه را به دربار ایران برد و پادشاه ایران به خیال اینکه پسرش معامله‌ای در پیش دارد، آنچه را خواسته بود به وزیر داد تا برایش ببرد. وقتی وزیر آمد و پادشاه چین فهمید که بچه درویش واقعا شاهزاده است، از این بابت خیلی خوشحال شد، اما به درویش گفت دختر من غیر از جنون یک درد دیگر هم دارد. درویش گفت چه دردی؟ گفت تا به حال برای دو نفر دیگر هم دختر را عقد کردیم، اما همین که نفسش با آنها خورد افتادند و مردند، جوری که انگار هیچ وقت زنده نبودند. درویش گفت معالجه آن دردش هم با من. خلاصه دختر را برای پسر عقد کردند. درویش به پسر گفت تا وقتی من نگفتم نباید صورتت را به صورت دختر نزدیک کنی. اگر خیلی عشقت کشید ماچش کنی، دستش را ماچ کن. درویش و پسر و دختر راه افتادند و از چین بیرون آمدند تا رسیدند به میانه راه که سرسبز بود و باصفا. درویش دستور داد اتراق کنند و پسر را صدا کرد و گفت عهد و پیمانت که یادت نرفته؟ پسر گفت نه، هرچه هست نصف میکنیم. هرچه سکه و اساسیه بود نصف. درویش گفت حالا باید دختر را نصف کنی. پسر گفت اگر دختر را نصف کنم میمیرد. هرچه دارم مال تو، دختر را بده به من. درویش گفت نه، باید نصف کنی. پسر گفت دختر هم مال تو نصفش نکن. درویش گفت نه، باید نصف شود. بعد بلند شد و دختر میان دو درخت ایستاد. هر یک از پاهایش را به یک درخت بست و ساتوری آورد. ساتور را بلند کرد تا دختر را شقه کند، اما با پهنای ساتور به میان دو پای دختر زد که ناگهان یک افعی از دهان دختر بیرون آمد. درویش ساتور را کوبید به کله افعی و افعی را کشت. برای بار دوم درویش ساتورش را بالا برد و گفت برای بار اول رحم کردم، اما این بار چنان ضربه‌ای بزنم که دختر از میان نصف شود. اما ساتور را با پهنای آن پایین آورد. این بار دو تا بچه مار از گلوی دختر بیرون آمدند. بار سوم که درویش این کار را تکرار کرد، دختر عطسه‌ای زد اما چیزی از دهانش بیرون نیامد. درویش دختر را از درخت باز کرد و دستور داد رخت خواب بیندازند. دختر در رخت خواب خوابید. 3 روز آنجا ماندند. بعد از 3 روز درویش شاهزاده را صدا کرد و دختر را هم از رخت خواب بلند کرد و گفت من همه این کارها را کردم تا این مار افعی از شکم تو بیرون بیاید. این در چاره جز این کار نداشت. به دستور پادشاه شهر را چراغانی کردند و 7 شبانه روز جشن عروسی باشکوهی برای شاهزاده و دختر پادشاه چین ترتیب دادند. صبح عروسی درویش نزد پادشاه رفت و گفت از 1 سالی که قرار بود شاهزاده پیش من باشد 2 روز مانده و عوضش 2 سال دیگر که زن شاهزاده پسری می‌زاید می‌آیم و او را با خود می‌برم.